در روز 20 ژوئن 30 خرداد روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، صدای زندانیان سیاسی و خانواده اونها باشیم. من صدای زینب جلالیان به عنوان قدیمی ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران هستم که در 15 سال از حبس خودش به سر میبره. در تمام مدت حبس از داشتن حق مرخصی محروم بوده و طی این مدت با وجود بیماری‌های مختلف بارها به شکل غیرقانونی بین چندین زندان جابجا شده. زینب جلالیان متولد سال 1361 در یکی از روستاهای مرزی ماکو در استان آذربایجان غربی. در سال 1386 در حالی که با یک میلیبوس بین شهری از کامیاران عازم کرمانشاه شده بود، در ورودی این شهر در مقابل چشمان مسافران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و حدود 2 خانواده و دوستانش از بازداشت او مطلع نبودند. پس از دستگیری به بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات کرمانشاه در میدان نفت منتقل شد و بیش از 3 را در سلول انفرادی گذراند. مورد شکنجه‌های شدید جسمی و روانی و حتی تهدید به تجاوز قرار گرفت و از حق تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل هم محروم بود. در نوشته‌هایی از زینب جلالیان در رابطه با این دوران نوشته: در آنجا لباس‌های مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم‌هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. با کاب به زیر پاهایم شلاق زدند. پاهایم خیلی وحشتناک متورم و کبود شده بودند. اینقدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچی را احساس نمی کردم. تمام تنم بی‌حس شده بود و دیگر اختیار جسمم را نداشتم. اگر بگویم قلم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکردم. چون من فقط قسمت کمی از شکنجه هایم را برای شما بازگو کردم. در بازداشتگاه کرمانشاه در یکی از اولین جلسات بازجویی در حالی که با چشم‌بند و دستبند و پابند نشسته بودم، یکی از بازجوها به من نزدیک شد. او در مورد باکره بودنم پرسید و با تمسخر گفت: مگر می شود این همه سال هنوز دختر باشی؟ بعد سعی کرد حلقه ای را در انگشتم بگذارد که با مقاومت من مواجه شد. با پوزخند گفت: آیا من لیاقت تو را ندارم؟ و من با عصبانیت حلقه را به سمتش پرت کردم و با پاهایم در حالی که به هم زنجیر شده بودن ضربه محکمی به شکم او زدم تا از من دور شود. وقتی او روی زمین افتاد، 2 دیگر از بازجوها با توهین و تهدید به سمتم حمله کردند و من را زیر مشت و لگد گرفتند و سرم را شکستند. وقتی دیدن سرم خون می آید، دیگر دست از کتک زدن برداشتند و مجبور شدن من را به بیمارستان منتقل کنند. اما با وجود اصرار دکتر مبنی بر بستری شدنم در بیمارستان، پس از بخیه سرم مجدداً من را به بازداشتگاه بازگرداندند. بعدها که دکتر خودشان برای معاینه سرم به بازداشتگاه آمد، مجبور به انجام آزمایش بکارت هم شدم. آن روزها سخت‌ترین دوران حبسم بود. اولین دادگاهی که چند ماه بعد برای رسیدگی به اتهامات او برگزار شد، شرح شکنجه‌های جسمی و پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجوی اداره اطلاعات را به اطلاع قاضی رساند و حتی شکایتی نیز در این رابطه ترزیم کرد. اما نه حرف‌هایش مورد قبول قاضی قرار گرفت و نه شکایت او پیگیری شد. در تماس‌ها و ملاقات‌هایی که در حضور مأموران زندان و بازداشتگاه با خانواده‌اش صورت گرفت، اجازه نداشت به زبان کردی حرف بزند. با مادر و پدرش در حضور مأموران فارسی صحبت می‌کرد، در حالی که زبان مادری او کردی است و اصلاً مادر او فارسی نمی‌داند. و این یکی از دلایلی است که او طی این 15 تنها یک بار مادرش را ملاقات کرده و حتی نتوانسته او را در آغوش بگیره. زینب جلالیان در نوشته‌ای می‌گوید: علی‌رغم همه بیماری‌هایم هیچ‌وقت از این رژیم تقاضا نکردم مرا به پزشک ببرند.
اول از همه چشمهایم که به ناخونک چشم و ضعف بینایی مبتلا شد. بعد رودم، بعد گلیم، بعد ریه هایم، بعد دهانم که برفک زد، بعد فشار خونم و دندان هایم که عفونت کرد و بعد آن هم به کرونا مبتلا شدم. من به عنوان یک زندانی سیاسی از ابتدایی ترین حق و حقوق برخوردار نیستم. همیشه با دردهایم کنار آمدم، مثل مادری که کودک ناآرام و بیمارش را با لالایی آرام کرده، دردهایم را آرام کردم. زینب جلالیان در جای دیگر نوشته: تا کنون 7 وکیل پرونده من را قبول کردند، اما هیچ کدام موفق به حضور در دادگاه نشدند. حتی بعضی از آنها را هم ندیدم. من از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدم. هیچ وکیلی برایم تعیین نکردند و در عرض کمتر از چند دقیقه به اعدام محکوم شدم. حتی به من اجازه داده نشد که از خودم دفاع کنم. به من گفتن چون دشمن خدا هستی حق دفاع از خودت رو نداری. من در مراحل بازجویی شرکت در هر گونه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را رد کردم و کلیه فعالیت‌های خودم را سیاسی و در راستای برنامه‌های بخش زنان و تبلیغات حزبم دانستم. با این وجود حکم اعدامم در تاریخ 16 اردیبهشت 1388 از سوی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به ریاست محمدعلی روشنی تایید شد. در اسفند 1388 به صورت ناگهانی زینب جلالیان از زندان کرمانشاه به بند 209 زندان اوین منتقل شد. پس از انجام بازجویی‌های مجدد به وی اعلام کردند که حکمش در تاریخ 19 اردیبهشت 1389 اجرا خواهد شد، اما به دلایل نامعلوم حکم وی اجرا نشد و پس از 5 ماه مجدداً به زندان کرمانشاه بازگردانده شد و در سال 1393 با درخواست مکرر به زندان خوی که نزدیکترین زندان در محل سکونت خانوادهش بود منتقل شد. در مهر ماه 1390 حکمش با 1 درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد. اما وضعیت او طی این سالها نسبت به زمانی که زیر حکم اعدام بود هیچ تغییری نکرد. در حال حاضر زینب جلالیان در زندان یزد حکم حبس ابد خودش را بدون رعایت اصل تفکیک جرایم سفری میکنه تا همچنان تنها زنی باشه که طولانی ترین مدت حبس بدون مرخصی را تحمل کرده. در روز 20 ژوئن برابر با 30 خرداد روز حمایت از زندانیان سیاسی، صدای زینب جلالیان و صدای همه زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی باشیم.